نشیه انگلیسی زبان نیویورک تایمز روز جمعه گزارشی از ثروت ون و نخست وزیر چین و اعضای خانوادهش منتشر کرد بر اساس این گزارش که در آستانه برگزاری کنگره حزب کمونیست منتشر می شود ثروت نزدیکان آقای ون به بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار میرسد. دولت چین در واکنش به انتشار این مقاله که به طور گسترده در وبلاگ‌ها و سایت‌های چینی هم بازتاب داشته، دسترسی کاربران به اینترنت را محدود و سایت نیویورک تایمز را فیلتر کرده است. وزیر امور خارجه چین هم در آخرین سخنرانی خود با غیر واقعی خواندن مقاله نیویورک تایمز این نشریه را به تلاش برای تخریب چهره چین متهم کرد بر اساس این گزارش نزدیکان نخست وزیر عمدتا در مؤسسه های مالی چین سرمایه گذاری کردند به عنوان مثال نویسنده مقاله به سوابق مادر آقای ون اشاره می کند و با بیان اینکه که پدر او از طریق پرورش خوک امرار معاش می کرده و خانواده ای نسبتا فقیر بودند ادعا می کند که خانم ون 90 ساله 5 سال پیشتر یک مؤسسه مالی چینی 120 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.